Da nazar yayınlamayındaki benim tokarnihazda tokarnihazda nazariye vücud daşt ve ihtilafat nazaram der o mevcud bud ve dar karnihazda az ki nazariye digeri nazariye Brun Marzi ba vücud miyaya ve eto fikir mişava dar o zaman ki i nazariye usulü tar az nazariye nemayındagi hast و رواج هم پیدا میکنه و بسیاری ها یا تعدادی به این نظریه استناد کردن. نظریه برون مرزی هم به اساس یک فرضیه است، یعنی فرض میکنن که سفیر یک کشور یا نماینده رئیس یک دا کشور از قلمرو خودش بیرون نشد، یعنی در به معنای دیگه ای که سفیر در بیرون از قلمرو و قدرت قانونی کشور است که در او کشور این ماموریت خود انجام میده، یعنی به این معنا که هنوز هم این مناطق یا این سفارت یا این محل ماموریتی از این جز خاک کشور خودش به حساب میآید، یعنی فرض میشه. و بعد به اساس این فرضیه یک نظریه کلی ساختن و اون نظریه کلیش همین است که میگویند که محل کار سفیر یعنی سفارت یک قطعه از خاک کشور اصلی سفیر تلقی میشه و وقتی که یک قسمتی از خاک کشور سفیر تلقی شود معناش همین است که این قطعه از قدرت قانونی کشور محل ماموریت سفیر جداست. این نظریه را هوگو گروسیوس یک حقوقدان معروف هالندی است در قرن 17 بیان کرد و او می گفت که خب دلیلش هم است که به اساس حقوق بین الملل فرض به است که رئیس یک کشور سفیر نماینده رئیس او کشور است، یعنی سفیر شخصیت او رئیس کشور را نمایندگی میکنه. این یک فرضیه است. وقتی اگر این فرضیه پذیرفته شود، فرضیه مشابهش همیست که میتونیم بگیم که سفیر خارج از خاک دولت است که در او دولت او انجام وظیفه میکنه، یعنی سفارتی از او بیرون از او منطقه است و نتیجه فرضیه این میشود که سفیر مکلف نیست که قوانین او کشوری را که در اونجا ماموریت داره اطاعت کنه. لحاظا این نظریه در زمان مقبول قرار گرفت و رواج هم پیدا کرد و مورد استفاده هم قرار گرفت، حتی در بعضی رویه های حقوقی هم ازش استفاده شد، یعنی اساس حقوقی بعضی روش های بین المللی را به اساس امین نظریه گذاشته میشه. مثلا کشته های میبینیم یک دولت کشته های دولتی یا کشته های جنگی یک دولت از در آبهای که مربوط به خود او کشورها نیستند ولی در او آبها در وسط دریا قرار دارند یا در آبهای بین‌المللی یا دیگر جا قرار دارند، اونها تابع قوانین همو کشور هستند که پرچمش یا بیرقش در او کشتی آویزان است. یعنی ای به این معناست که این منطقه هنوز او کشتی در آبهای کشور خودش قرار دارد، مطابق قانونی کشور خودش عمل می شود، در مسائل افرادی که در داخل او کشور هستند مطابق قوانین امو کشوری اجراعات صورت می گیرد که بیرق او کشور در او کشتی در اهتزاز است، یعنی تمام قوانین به امو اساسی که این کشتی از محل یا از حدود جغرافیایی کشور مطبوع خودش کشوری که بیرق از او را حمل میکنه بیرون نشد. خب این نظریه مشکلات زیادی را هم به بار آورد،
حتی مسائلی از این نظریه بیرون می برایه یا بیرون می مانه که حتی در امون نظریه روش ها و رویه های سنتی هم مردود است. چرا به اساس این نظریه همیست که محل سفارت سرزمین کشور مطبوع سفیر است. خب حالا چند سوال مطرح میشه، چند مسائلی هم مطرح میشه. فرض بایست که در منزل سفیر یا محل کار سفیر یک جرم اتفاق میفته، یک گناه صورت میگیره، یک جرم صورت میگیره، یک قتل صورت میگیره یا یک جرم دیگری اتفاق میفته. اگر این محل تابع قانون دولت مطبوع سفیر باشه، یعنی در خاک یک کشور دیگری کشور خود سفیر مطبوع جرم اتفاق افتاده، پس کی قضاوت کنه؟ قاضی کی باشه؟ چون کشور مطبوع از او در سفارت قاضی نداره، محاکم در داخل کشور خودش است، در سفارت محکمه وجود نداره، دستگاه های اجرای قانون، دادگاه ها در اینجا وجود ندارد. لحاظا سفیر مجبور است که خودش قاضی باشه و خودش قانون کشور خود اجرا کنه. این یک مثال است که طبعا وجودم نداشته و مردودم هست. مسئله دیگه است که یک کسی، یک متهم است، یک گناهی را مرتکب میشه و فرصت پیدا میکنه به خانه سفیر یا محل کار سفیر پناهنده میشه. مثل که معمول است وقتی که اسرا از یک کشور به کشور دیگری استرداد میشن، تابع تشریفات است. پس اگر مقامات، اگر این آدم مسترد شود، این باید استردادی از او به اساس یک تشریفات باشه یا تشریفات انجام بگیره. مجرم به دولت مطبوعش تسلیم شوه، این تابع تشریفات میشه. گاهی تشریفات هم وجود نداره. سوال دیگه بسیار مهم هم است که خب در یک سفارت کارمندای محلی زیاد هستند و حتی بعضی هاش در سفارت زندگی هم میکنن. فرض بایست که اگر از پدر و مادری که شهروند کشور میزبان هست، کشور پذیرنده هست، آنند مستخدمین اینها، در محل کار یا خانه سفیر اولادی از اونها متولد شد، پس چون در خاک کشور بیرونی تولد شده، تابعیت او کشور باید داشته باشه دیگه. طبق بعضی اصول تابعیت دولت سفیر داشته باشه اگر پذیرفته شود که سفارت یا خانه سفیر قطعی از خاک کشور دولت مطبوع سفیر است. از همه مهمتر از است که خب مسئولیت سفیر یا مامور دیپلماتیک مربوط به محل کارش باشه و محل سفارت باشه. پس این محل کار یا سفارت در یک کوچه، در یک سرک، در یک منطقه داره که خامخا سفیر یا مامور رفت و آمد داره و طبق اصول در اونجاها هم سفیر مسئولیت داره. در اینجا دیگر اگر مسئولیت متعلق به برون مرزی بودن باشه، فلسفه وجودی از ای باشه که ای قطعه خاک، خاکی بیرون از سرزمین دولتی که او در اونجا محل ماموریتش هست باشه، پس در این کوچه ها و در اینجا ها سفیر یا مامور دیپلماتیک دارای مسئولیت نمی باشه و وقتی که دارای مسئولیت نباشه و وظایف خودش که علت اصلی مسئولیت از او هست که اجرای وظایفش سکتگی پیدا نشه را انجام داده نمیتونه. لحاظا میبینیم که در این مورد اصلی برون مرزی اصلا قابل اجرا نیست، تطبیق هم نمیشه. خب به طور خلاصه بگیم که در بسیاری چیزها هست که با این اصل مباینت داره، فرق داره، تفاوت داره.
مثلا رویه عرف بین المللی همیست که سفیر صلاحیت قضاوت نداره و قبول قضاوت سفیر قبول نمیشه، که خود هم محکمه باشه و هم دادگاه باشه و هم مدعی و مدعی علیه باشه، این شده نمیتونه و این یک رویه معمول هم نیست و احکامی از او اجراش هم امکان پذیر نیست، درست نیست. این قسم کسی که به سفارت پناهنده می شود، استرداد یک پناهنده به سفارت هیچ وقتی اساس یک تشریفات بین دولت صورت نگرفته و در بین دولت ها نبوده و در عرف حقوق بین المللی سنتی این مسئله موجود نیست. و همین قسم اطفالی که در محیط یک سفارت تولد پیدا می کنند از خدمه یا افرادی که تبع کشور هستند متولد می شوند، او اون افراد شهروند کشور سفیر به حساب نمی آیند. و همین قسم مسئولیت شخصی سفیر معلوم و آشکار است که با اصل برون منزی کاملا مخالف است، به طور مطلق مخالف است. و هی که محل سفارت اگر قطع خاک کشور خارجی هم فرض شود، لیکن نمیتونه می فرض بازی توسعه رو تیم که بگیم کوچه و سرک و بازار و شهر و جایی که سفیر میره و همه گی بیرون است کشور محل ماموریتی از او باشه. این سوال ها و این انتقادات و ایرادات که جوابم نداشت، بالاخره در قرن 19 مسئله یا نظریه برون مرزی هم مورد تردید قرار میگیره. بعضی ها را به کلی رد کردن که اصلا حرف درستی نیست که یک قطعه خاک یک کشور که سفیر در او زندگی میکنه و از او حاکمیت او کشور به کلی بیرون شده، یا فرض نادرست است. و بعضی که گفتن که خب چون فرضای دیگه هم با واقعیت یکسان نیست ولی پذیرفته شده است و این فرض باید پذیرفته شود، پذیرفته است. و حتی بعضی دادگاه ها هم مطابق همه فرض قضاوت های خود انجام دادن. بالاخره در قرن 18 هم بود که نویسنده های دیگه هم این نظریه برون مرزی را مورد بحث قرار گرفتن و بعضی توجیه کردن و بعضی دیگه را تفسیر کردن. و بعد از او یک نظریه دیگه را به وجود آمد که به نام نظریه مصلحت یاد می شود. نظریه مصلحت امیست که نظریه پردازای مانند هریست، او نظریه برون منزی را انکار کرد و گفت که اصلا سفیرا مکلف نیستند که به کشور محل ماموریتشان، به قوانین کشور محل ماموریتشان احترام بگذارند. یعنی اینا تکلیف ناشی از این نمیدانستند که چرا ناشی از این نمیدانستند که سفران مجبور به احترام به قوانین کشور محل ماموریتشان هستند. اونا این را از این میدانستند که اونها که این احترام از ملزم بودن از اونها به اطاعت از قوانین محلشان نیست، بلکه اونها احترامی از اونا، از این تکلیفی از اونا هست، از این مکلفیتی از اونا هست که سفیر مکلف است که از هر عملی که خلاف منافع کشور پذیرنده باشد اعتراض بکنه. این تکلیف است، این مکلف است که کار بکنه. این حال احترام به قوانین کشور محل ماموریت ناشی از این همی تکلیف است، نه از این که او مکلف به این باشه که قوانین کشور محل ماموریتش که اگه اصل قائل قابل تردید است ای را اطاعت بکنه، از قوانین محل اطاعت بکنه. یعنی به این معناست که سفیر مکلف به اطاعت از قوانین محل مجبور نیست، ولی سفیر در برابر مکلف است از هر عملی که خلاف منافع کشور پذیرنده باشد جلوگیری، اعتراض بکنه، جلوگیری بکنه. در اینجا میبینیم که سفیر در حالی که ملزم به اطاعت از قوانین محل که خدمت میکنه ماموریت داره میشه.
ولی وقتی که سفیر مکلف باشه که هزار عملی که خلاف منافع کشور پذیرنده باشه جلوگیری کنه، در حقیقت به طور ضمنی سفیر از قوانین محل خدمت خودش اطاعت میکنه. و این مثل که دیدیم این مبنای حقوقی نیست، ولی یک تکلیفی برای از گذاشته شده برای از که روابط بهتر شود و خوبتر شود کیره انشاءالله در نظریه مصلحت خدمت با بحث میگیریم. نظریه سیومی که ارائه شده نظریه مصلحت است، یعنی این معنای از است که این مسئولیت ها و این مزایا به خاطر از است که سفیر کار خود درست انجام بده، این مصلحت امی بوده و که دولت ها ایره پذیرفتن، چی بر مبنای عهدنامه ها قانون و چی بر مبنای رسم و رواج و عنعنات و این چیزهای دیگری. خب اگر در نظریه برون مرزی هم مطرح شد که سفیر در خارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می شود، چرا این فرض می شود؟ دلیلش هم است که کار خود وظیفه خود به شکل مؤثر انجام داده. چی وقت انجام داده می تانه؟ وقتی که استقلال کامل داشته باشه و حقوقی را داشته باشه که برای پیشرفت کاری از ضرور است. یعنی سفیر باید آزادی داشته باشه و از تعقیب قانون محل خدمت خودش مسئول باشه و تا ای که ضرورت و چیزی را که کاری از او ایجاب میکنه، وظیفه از او ایجاب میکنه انجام داده بتنه. یعنی او به این چیزها ضرورت داره، به این مسئولیت ها ضرورت داره تا در پیشرفت کاری از او سکتگی وارد نشه. سفیر باید مطمئن باشه که تعقیب نمیشه از طرف مامورین محل و همین قسم موانعی در برابر کاری از او ایجاد نمیشه و گرفتاری هایی برای از او خلق نمیشه و او میتونه کار خود بدون دغدغه انجام بده. وقتی که مسئله اصلی کار و وظیفه است و برای مصلحت انجام وظیفه این کار صورت گرفته، لحاظ نظریه مصلحت پیش آمد که این مسئولیت ها به اساس از است که امکاناتی در اختیار سفیر گذاشته شود که وظیفه خود به درستی انجام بده. این نظریه مورد قبول اکثریت قرار گرفت و در عهدنامه حقوق دیپلماتیک 1961 هم بیان شد. در مقدمه از او هم بیان شد، در اونجا میبینیم که آمده که در مقدمه آمده که با اطمینان به این که مسئولیت ها و مزایا برای دادن امتیاز به اشخاص نیست، بلکه به منظور انجام وظایف ماموریت های دیپلماتیک به طور مؤثر به عنوان نمایندگان دولت است. در اینجا میبینیم که امتیازات و این مسئولیت ها شخصی به خاطر شخص فلان نیست، بلکه به خاطر انجام مؤثر است که این نماینده های دولت انجام مؤثر امور است که به این نماینده های دولت سپرده میشه و یا اینا مکلف و اجرای از اونها هستند. از این لحاظ میبینیم که این نظر یعنی ایست که هر دو دولتی که با هم سفارت دارن در حقیقت اینا میخواهن که رابطه دیپلماتیک خود توسعه بتن، رابطه دوستانه داشته باشن، لحاظا هر دو دولت مسئولیت سفراشن، نماینده هاشن، دیپلماتاشن به نفع خودشان میبینن، به نفع هر دو طرف است. از این لحاظ میبینیم که این نظریه مصلحت با واقعیت تطبیق داره و از مشکلاتی را که نظریه برون مرزی یا برون مملکتی داشت او را رفع میکنه. دیپلمات ها مسئولیت شخصی دارند در خانه خود، در محل کار خود، در خارج از خانه خود که اینا همگیش با اصل برون مرزی مغایرت داره و او نواقص در این نظریه رفع شده و همین قسم مسئولیت خانواده سفیر یا دیپلمات هم در بر میگیره. چرا اگر خانواده از او هم مسئولیت نداشته باشند سفیر یا دیپلمات
متوجه اوامر می شود، در کارهای و انجام وظایفشان سکتگی پیدا می شود. به این لحاظ اعضای خانواده دیپلمات ها هم از امتیازات یا از مسئولیت های برخوردار می باشند. خب همین قسمی که در دیگر نظریه ها تردیدهای وجود داشت، انتقادات وارد بود در کلیت موضوع، در مسئله مصلحت هم، در نظریه مصلحت هم در کلیتش ایرادی و موجود داره. اون ایرادی است که خب درست که اگر مسئولیت درباره شخص دیپلماتیک درست است که برای انجام وظایفش مهم است، اما امتیازات مثل معافیت های مالیاتی و دیگر امتیازات اینا با انجام وظایف چه ربطی دارن؟ آیا اگر سفیر بولی گمرکی خود یا دیپلمات از گمرک معاف نباشه، این در کاری از او کدام نقص وارد میکنه، ضرر وارد میکنه، نقص داره و در انجام وظایف از او کدام سکتگی را ایجاد میکنه؟ طبیعی است که نه یک مقدار پولی را می سپارد اگر در انجام وظایفی از این کدام تأثیر ملموسی وجود ندارم. این جواب از این ترتیب گفتن که خب گفتن که طبیعت اون ترتیبی که در اول درس هم ذکر شد، طبیعت مسئولیت با طبیعت مزایا فرق داره. مسئولیت طبیعت حقوقی داره و مزایا اصلا جنبه حقوقی نداره. این یک نزاکت است که در بین کشورها معمول بوده و به اساس از این نزاکت اجرا می شود، امتیازات یا برای دیپلمات ها داده می شود. البته که اگر امتیازات هم داده نشود، با بهتر انجام دادن وظایف دیپلمات کدام تأثیری جدی وارد نمی کنه. اما از اینکه اینا با دیپلمات ها یک دیگر احترام می کنن و به اونا امتیازاتی را می تن، معافیت هایی را می آرن، از همین جهت است. لحاظا اگر تخلف هم از این مسئله صورت بگیره در بین کشورها، در اونجا میبینیم که این تخلف باعث از این نمیشه که یک قضیه حقوقی در بین کشورها ایجاد شد. نظریه دیگه، نظریه رفتار متقابل است. رفتار متقابل است که کشورها در مورد دیپلماتاشان امتیاز، مسئولیت ها و امتیازاتشان مثل یک دیگرشان رفتار میکنن اگر رفتار خوب داشتن، یا یعنی در قواعدی است که قبول شده در روابط بین الملل به نام تلافی، که از این نقطه نظر کشورها کوشش میکنن که در برابر دیپلمات های یک دیگرشان مسئولیت ها و امتیازاتی را داشته باشن. خب البته نظریه رفتار متقابل در قدم اول بعضی ها نمی پذیرن که یک نظریه باشه. بعضی از محققان این نظریه قبول نکردن. بعضی دیگر او را گفتن که این با نظریه مصلحت همراه است. ولی بعضی دیگر گفتن که در عمل چون که جنبه عملی داره می شود به صورت یک نظریه هم مورد بحث قرار بگیره. چون بسیاری کشورها نظریه رفتار متقابل یک ضمانتی میدانند که کشورها خود مکلف به اجرای قواعد قبول شده در روابط بین الملل، میدانند که اگر اونا تخلف کنن یا رفتار مقابل با اینا میشه یا عملشون تلافی میشه. از ترس و بیم تلافی و عمل متقابل اینا این قواعد بین المللی را مراعات میکنن و این یک ضمانتی برای مراعات از اون باشه. تلافی همیست که وقتی یک کشور در برابر تعهداتی که داره تخلف میکنه از اون قواعدی که پذیرفته است، در برابر از ممکن است عمل مشابه را انجام بده یا عمل بیشتری را انجام بده و او عمل کشور متخلف را تلافی کنه. اما در عمل متقابل همیست که عین او کاری را که یک کشور با کشور دیگری انجام داده، عین او کار را در برابرش انجام میده.
مثلا تلافی او گفته می شود که وقتی یک کشور یک سفیر یک کشور دیگر را توهین می کنه یا موترش را استاد می کنه یا به جایی نمی گذارش یا تلاشی می گیره موترش نیروهای انتظامی از او، عین امی کار در برابر سفیر از او انجام می ده. این نظریه را نظریه رفتار متقابل می ده. که یعنی عین امو عمل انجام می ده. نظیر امو عمل مشابه امو عملی را که در برابر سفیرش انجام شده در برابر سفیر و کشوری که انجام داده انجام می ده. گرچه در وقتی که حقوق روابط دیپلماتیک در سال 1961 می بود پیشنهادی ازش شد که این عمل متقابل به رسمیت شناخته شود، اما در نسبت بعضی دلایلی که بود که مشکلاتی را ایجاد می کرد کمیسیونی که مربوط به تدوین بود را نپذیرفتن و مشروط نکردن به عمل متقابل رفتار متقابل کشورها را، از بیمی از این که نشود که از عمل متقابل بیرون شود و شکل تلافی در آیه از حد عادی خارج شود و موجب مشکلات شود مشکلات بیشتری شود و اما اصل مشابه بودن یا رفتار متقابل هم از بین برود، به این لحاظ در عدنامه وین در نظر گرفته نشد. ولیکن با وجودی که در نظر گرفته نشد از عمل شدنی از این مسئله چیزی را کم نکرده. مثلا کسی اگر کشوری عمل مخالفی را در برابر سفیر کشوری یا دیپلماتیک نماینده دیپلماتیک کشور دیگری انجام میده باید منتظر رویه مشابه باش. خب در سال 1961 بنابر دلایلی که شرط رفتار متقابل قبول نشد و مراعات و مقررات هم به دولت ها تکلیف نشد، این نیست که یک چند دولت اگر یک کار را میکنن یک به شکل یک قاعده در آیه انجام شود، لیکن اصل رفتار متقابل غیر قابل اعتراض است. این عملا انجام می شود و عهدنامه وین هم در ماده 47 به طور ضمنی به این مسئله اذعان داره و او را تبعیض هم اگر در بین اختلافی یا عمل متقابل در بین کشورها بعضی وقت صورت میگیره او را تبعیض هم نمیداند، چون باید کشورها در برابر روابط دیپلمات های تمام کشورها یکسان عمل کنند. این همین چیز باعث مخالف یکسانی هم نمیبینند، تبعیض هم تلقی نمیشه. مثلا در ماده 47 میگوید که دولت پذیرنده در اجرای مقررات این کنوانسیون تبعیضی بین دولت ها قائل نخواهد. یعنی کنوانسیونی روابط حقوق دیپلماتیک 1961 برای دولت ها باید در برابر تمام دولت ها یا تمام سفرهای یکسان مراعات بکنند. دوم، با وجود از این موارد ذیل تبعیض تلقی نمیشه. الف، اینکه دولت پذیرنده یکی از مقررات این کنوانسیون را به علت آن که در خاک دولت فرستنده نسبت به مأموریت او در این مورد محدودیت قائل شدند به طور محدود اجرا میکنند. فرزن معنای عزیز که اگر یک دولتی در برابر ماموریت دیپلماتیکی از او در کشور خودش محدودیت های را اجرا در نظر گرفتن، حالا اگر این دولت هم این محدودیت ها را در نظر میگیره این تبعیض نیست، یعنی این کنوانسیون نقض کنوانسیونی 1961 نیست. دوم، این که دولت ها بنابر عرف و عادات از طریق معایده مزایای مناسب تر از آنچه مقررات این کنوانسیون پیش بینی کرده متقابلا به یکدیگر اعطا نمایند. این هم تبعیض نیست که اگر یک دولت مسئولیت های بیشتر مزایای بیشتر در برابر دیپلمات های کشور دیگری، مثلا کشور الف مسئولیت ها و مزایای بیشتر را برای کشور دال مامورین دیپلماتیک کشور دال میته، در اون صورت اگر کشور دال هم به مامورین دیپلماتیک کشور الف مزایا و مسئولیت هایی را میته که به دیگر کشورهای بی و جیم و عین و اینا نمیته، این تبعیض تلقی نمی شود. لحاظا ایرا به طور عمل متقابل رفتار متقابل در کنوانسیون 1961 با وجودی که در اصل پذیرفته نشده ولی در اینجا مشخص شده که چیزا مخالف کنوانسیون به حساب نمی شود، یعنی تبعیض تلقی نمی شود، در حالی که برای هر کشوری کنوانسیون مقرر داشته که در برابر دیپلمات های تمام کشورها یکسان
عمل کنند. اگر در این دو شرایط می آیند، این مخالف یکسان عمل کردن نخواهد بود. سمینارهای شما همی است که در باب مسئولیت های دیپلماتیک و نظریه هایی که ارائه شده، خود شما اینا را مورد بحث قرار بدین، انتقاد بکنین و تایید بکنین یا طرفداری خود با استدلال بیان کنین. میتونین از اینها هم سمینارهای خود ترتیب بکنین. تا جلسه آینده موفق باشید.